داخل تست 98 به ما میگه که نسبت های چند یکایی فرضی A, B, C, D مطابق زیره. حالا یه رابطه هم به ما گفته. گفته با توجه به این نسبت ها 64 میکرو A به توان 2 چند نانو C به توان 2 هست. نانو C به توان 2. این دیگه پیشوندها رو کامل باید بلد باشید وگرنه لنگ میشید تو این سوالات. و این هم رابطه ایه که به ما داده. نه کلا چند تا رابطه داده دیگه، یکیش اینجا، یعنی سه تا رابطه هم به ما داده. خب اینو دوباره من به صورت سریالی یا همون مرحله به مرحله با استفاده از کسر باید برم جلو. میگم 64 و فقط دیگه کسرا رو که بنویسم خیلی سریع میتونم محاسباتش رو انجام بدم. اینجوری بنویسم، میگم 64 میکرو به توان 2 و A به توان 2. حالا اینجا حواست باشه، اینجا مثلا A بر حسب D هست ولی من A به توان 2 دارم، یعنی اینو بعد کلا به توان 2 برسونم. پس من مینویسم 1 A به توان 2 میشه 9 تا D به توان 2. اینجا 3 گذاشتی ولی به توان 2 میرسه عددش. از اون طرف حالا میام D رو رابطش با B در نظر میگیرم، رابطه رو اینجا گفته. من این 4 رو ضرب در B میکنم، انگار شده 4. این 10 به توان منفی 2 هم میبرم اون طرف تساوی، پس میشه 400 B مساوی با D. حالا اینجوری می نویسم، میگم دی به توان 2 میشه 16 در 10 به توان 4 بی به توان 2. و حالا میام سراغ این رابطه که گفته 2 تا بی میشه 5 تا سی. میگم 4 تا بی به توان 2 میشه 25 سی به توان 2. همه رو به توان 2 رسوندم و نهایتا گفته چند نانو سی به توان 2. پس چون اینجا نانو داره، این نانو به توان 2 همینجا میذارم. نانو میشه چی؟ میشه 10 به توان منفی 9، ولی چون اینجا من میخوام تبدیلش کنم به این 10 به توان مثبت 9 میذارم، پس میشه 10 به توان مثبت 18. میکرو هم که میدونم 10 به توان منفی 6 است، چون توان 2 داره میشه منفی 12. حالا میام محاسبات رو انجام میدم. یه 4 تو مخرج دارم که با این 16 خط میخوره، اینجا 4 میمونه. 4 ضرب در 25 میشه 100 و بریم محاسبات رو انجام بدیم. این 10 به توان منفی 12 با این 10 به توان 18 میشه 10 به توان 6 و 10 به توان 2 هم اینجا دارم میشه 10 به توان 8. و دیگه چی داریم؟ یه 9 داریم و یک 64. 9 ضرب در 64 هم میشه 576. اینم تا اینجا. ببینیم دیگه عددی چیزی باقی نمونده. یه 10 به توان 4 هم اینجا دارم، پس این میشه 10 به توان 12 ضرب در 576 میشه پاسخ نهایی من. و تو گزینه‌ها نداریم. حالا بعد یکم اعشارش رو دستکاری کنم. من میگم 5.76 صدام در 10 به توان 14، یعنی این دوتا اعشار بردم عقب، اینو دوتا زیاد کردم و گزینه صحیح میشه گزینه شماره 4. بریم سراغ حل تست 99. تست 99 هم فوق‌العاده تست سخت و مهمیه. برای حلش هم یکم شاید به فضای خالی نیاز داشته باشی، پس من اینجا رو یکم سفید میکنم تا شاید به فضای خالی نیاز داشته باشی. خب به ما چی گفته؟ گفته یه ساعت دیواری داریم، دو تا عقربه داره، یکیش دقیقه شمار، یکیش ساعت شمار. دیگه ساعت رو همه جا دیدید دیگه، بارها و بارها داخل کتاب درسی هم دیدید. این مثلا ساعت من باشه، یه ساعت شمار داره که کوچیکه هست احتمالا، یه دقیقه شمار داره که اون بزرگه هست دیگه. این مشخص تو همه ساعت ها همینه. پس این شد، این کوچیکه شد ساعت شمار، بزرگه شد دقیقه شمار. گفته اختلاف طول عقربه های آن 3 سانتی متره. اختلاف این بزرگه و کوچیکه 3 سانتی متره. حالا گفته تندیه، من بقیه‌اش رو با سبز برم. گفته تندیه متوسط نوک عقربه دقیقه شمار 15 برابر تندیه متوسط نوک عقربه ساعت شماره. حالا من اینو که بررسی کنم، ببینیم هضمش کنیم، اصلا ببینیم سوال یعنی چی. تندی متوسط یعنی این مسافتی که طی میکنه، مثلا این وقتی تکون میخوره و دور میزنه، این مسافتی که به صورت نقطه چین دارن نشون میدن میشه مسافتی که طی کرده. یعنی مسافت رو من اگر با اس نشون بدم یا حالا هر چیز دیگه، با دی مثلا یا هر چیز دیگه، و اگر تقسیم بر زمان بشه این میشه چی؟ این میشه تندی من، این تندی که اتفاق افتاده. تندی متوسط میشه این، یعنی مسافت تقسیم بر زمان. حالا گفته تندی متوسط نوک عقربه دقیق شمار 15 برابر ساعت شماره. خب این در یک واحد زمان مشخص اندازه گیری میشه دیگه، دوتاش زمانشون یکی بوده، پس من این تیر رو دیگه در نظر نمیگیرم. میتونم بگم مسافتی که این دقیق شمار طی کرده 15 برابر این مسافت کوچیک قرمزیه که
عقربه ساعت شمار طی میکنه. و خب این در حالت مسیر دایره شکل دیگه. پس من مینویسم چی؟ مینویسم این مسافتی که طی میکنه 2πr میشه. 2πr برای هر کدوم از اینها، خب برای یکیش 2πr، برای اون بزرگتر 2πr آره به علاوه 3 هست. چرا؟ چون گفت 3 سانتی متر بیشتر دیگه، یعنی گفت اختلاف طول عقربه هاشون 3 سانتی متره. من اومدم کوچیک‌تر گذاشتم آر، بزرگتر گذاشتم آره به علاوه 3. پس این شد مسافت یکیش، اینم شد مسافت یکیش. حالا گفته مسافت یکیشون 15 برابر اونی که، خب من میگم بزرگتر تقسیم بر کوچیک‌تر میشه 15. یعنی چی؟ یعنی 2π ضرب در آر به علاوه 3 تقسیم بر 2πr باید بشه 15. حالا 2π از بالا پایین خط میخوره، در نتیجه این اتفاق میفته که اگر درست نوشته باشم 15r مساوی با r به علاوه 3. اگر که حالا بذاریم من یه بار دیگه بررسی کنم که درست نوشته شده باشه اینها. گفتیم اختلاف طول عقربه های ساعت 3 سانتی متر، تندی متوسط اون که عقربه بزرگ 15 برابر. تندی هم گفتم چون زمانش یکسانه، من زمان دیگه در نظر نمیگیرم، میرم سراغ مسافت. و مسافت هم میشه 2π.